او را شجاعترین زن فیمنست مسلمان در قرن بیستم می خوانند. نزدیک به هفتاد سال است که برای بدست آوردن حقوق زنان برابری جنسیتی و آزادی جنسی زنان مبارزه می کند با قلم تون و زبان بیپروا در پیمودن این راه زندان و تبعید را هم تحمل کرده و در میهنش مصر محاکمه و تهدید به مرگ هم شده او میگوید برای تغییر سنت ها باید خود اسلام تغییر کند نوال برای طرفدارانش یک مبارز خستگی ناپذیر است که درد سرکوب زن در جوامع مسلمان عرب او را واداشته تا در برابر سلطه مرسالاران بیستد. ارزش های این جوامع را به چالش بکشد و تابوهای آن را در هم بشکند. مخالفانش میگویند آزادی که نوال صداوی برای زنان میخواهد دعوت به بداخلاقی و فحشاست و توهین به تعالیم و احکام اسلام است نوشته های او را آمیز و شعارگونه میخوانند که بیشتر جنجال میآفریند تا اینکه بحث و گفتگو به راه اندازد نوال صداوی چگونه این راه پرخطر را در پیش گرفت و همچنان ادامه میدهد زن آزاد از نظر او چه نوع زنی است دکتر نوال, نوال سعداوی به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید اهل شما خوش آمدید اشجع امرأة مدافع عن حقوق المرأة في شجاع ترین زن فیمینیست مسلمان در قرن بیستم سمندوار عرب شیر زن نیل و زن آهنین وقتی شما رو با این لقب ها و القاب دیگر توصیف می کنند چه احساسی به شما دست می دهد؟ کیف تشعرین؟ الحقیقه هذه الالقاب لا واقعیت اینه که من این لقب ها رو دوست ندارم من دوست دارم که بگن نوال صدابی، نویسنده، اندیشمند یا پزشک اما این القاب سیمون دوبوار یعنی چی؟ چرا؟ یعنی میگن سیمون دوبوار نوال صدابی فرانسه است؟ نه، این توهین به منه دوست ندارید که شما را با سیمون دووار مقایسه کنند هرگز این استعمار و زبان استعماری نام من منو حذف میکنن و به جای اون اسم سیمون وار رو میذارن تو سیموند وار دوست ندارید که با هیچ غربی مقایسه شوید؟ من دوست ندارم که نام کس دیگه ای مثل سیمون دوبار روی من گذاشته بشه من با او اختلاف نظر داشتم در دهه 1960 میلادی او همراه ژان پل سارت فیلسوف مشهور فرانسوی به قاهره اومد من با دیدگاهاش مخالفت کردم ال... طارق... راهی را که شما اختیار کردید پرخطر است به مرگ تهدید شدید زندانی شدید و برای 16 سال تبعید شدید در آمریکا و برخ دیگر کشورها چگونه این راه خطرناک را اختیار کردی و این همه جرأت را از کجا یافتید تا با ای همه دشواری دست و پنجه نرم کل وقتی که کودک بودم و فکر کنم همه کودکان دختر اینجوری هستند. من هم مثل اونها از نظام حاکم بر جامعه اطرافشون احساس خشم می کردم. چون نظام ستمگره. مثلا وقتی من در جامعه بزرگ شدم اول در روستا بعد در شهر میدیدم که برادرم رو به من ترجیح میدن دو برابر من پول تو جیبی می گیره بازی میکنه هر وقت دلش خواست از خونه میره بیرون در حالی که من درس خونتر از اون بودم توی خونه کار میکردم و به مادرم کمک میکردم اما برادرم به من ترجیح داده میشد وقتی از خانواده میپرسیدم چرا میگفتن چون اون پسره میپرسیدم که چرا پسر باید برتر باشه می گفتن خدا اینطور گفته از همینجا من در برابر خدا اسیان کردم و من تمردی علی ربنا بر خدا شوریدید بله بر یه همچین خدایی شوریدم از کودکی چون خدای واقعی عدالته با عقل باید اون رو شناخت اونطور که مادر بزرگ داهاتیم به من گفت چطور میشه که این پروردگار در حق من ظلم کنه برای اینکه منو دختر آفریده از کودکی من اسیانگر بودم اما شما در عین زمان در یک خانواده نسبتا روشن به دنیا آمده اید آنگونه که ما در خاطرات شما خواندم پدر شما هم آدم روشنی بود اگرچه در یک خانواده روستایی به دنیا آمده بود پدرم دانش آموخته الازهر و دانشکده دارالعلوم دانشگاه قاهره بود زبان فرانسه را آموخته بود و با مادرم که از طبقه مرفه بود و در مدارس فرانسوی تحصیل کرده بود ازدواج کرد فانا نشات في طبقتين الطبقه الريفيه الفقيره بنابراین من بین دو طبقه بزرگ شدم طبقه دهاتی فقیر و طبقه بورژوا بر هر دو طبقه اسیان کردم چون بین اونها شباهت وجود داره چون جامعه طبقاتیه چه روستایی باشه چه شهری فقیر یا ثروتمند یعنی نظام طبقی ابوی. یک نظام طبقاتی پدر سالارانه دینی و تبعیض‌آمیزه و به فقرا و زنها ستم میکنه چون به عنوان یک دختر در یک قریه به دنیا آمده بودم ظلم دوگانه احساس میکردم ستم جنسیتی و اقتصادی اینجا بود که با خودم گفتم یا میمیرم یا از حقوق خودم دفاع میکنم از کودکی اینطور بودم آماده بودم که بمیرم اما مثل دخترهای دیگه که به وضعیت موجود تن داده بودن زندگی نکنم ولا اعيش مثل هؤلاء میخوام اینجا بپرسم که شجاعت چنین رویارویی رو از کجا پیدا کردید این استادگی و قاطعیت در برابر دشواری ها و چالش ها در یک جامعه که شما اون را پدر سالار و مردانه میخوانید را از کجا یافتید هي تراكم عمليه متراكمه من یه چیز انباشته هست از کودکی این همه انباشته شده من این مسیر رو به مسیر اسب سرکشی تشبیه می که در برابرش موانعی هست و باید از روی اونها بپره الموانع. الموانع التفوله... من در کودکی از یک مانع پریدم وقتی دیدم موفق شدم از موانع بعدی هم یکی بعد از دیگری پریدم حتی اليوم انا اقفز موانع حتی امروز من از این موانع میپرم شجاعت در یک شب و یک روز به وجود نمیاد بلکه در اثر پشت کار و اراده برای گذار از موانع ایجاد میشه و از به دست آوردن یک سیستم ایمنی بر ضد جامعه و بر ضد مرگ اکتساب مناعه ضد المجتمع و ضد الموت حضرت نکه يعني... شما یک انك يعني یعنی هم گفتهید که یکی از چیزهایی که به شما کمک کرد که ای را را ادامه ببتین این بود که ترس از دوزخ ندارید یا اصلا به چیزی نام دوزخ باور ندارید او هكذا قالت امي این رو مادرم به من گفت طفله. یادم میاد وقتی تو مدرسه بودم کودک بسیار شوخی بودم. مثل همه کودکانی که تندرست و هوشیارند آه... کودکانی که بحث میکنند و آموزگارها رو به چالش میکشند وقتی من این کار رو می کردم آموزگارها به من میگفتند که با این کارم به دوزخ میرم و خدا منو در آتیش می سوزونه. فقط هفت سالم بود. گریه کنان پیش مادرم رفتم. می لرزیدم. از من پرسید چی شده؟ گفتم در آتش دوزخ خواهم سوخت. گفت در کدام دوزخ؟ گفتم دوزخی که بعد از مرگه. دوزخ خدا. مادرم گفت دوزخی وجود نداره. اون با این حرفش ترس از دوزخ رو در من از بین برد. ترس از دوزخ و ترس از مجازات بعد از مرگ و خوف مجازات در زندگی عقل کودکان و شجاعتشون رو از بین میبره شگاه... کودک در اصل شجاع، صادق و خلاق به دنیا میاد اما آموزش و پرورش کودکان در مدارس و خانه ها شجاعت، عقل و خلاقیتشون رو از بین میبره بتقتل شجاع و تدمر العقل و تدمر الابداع. جنبش های زیاد در جهان عرب برای دفاع از حقوق زنان از اوایل قرن بیستم به وجود آمد و در سالهای اخیر هم ما شاهد فعالیت های گسترده زنها بودیم. امروز وضعیت زنها در جهان عرب چقدر بهبودی یافته؟ آیا زنهای عرب به آزادی که میخواستند دست یافتند؟ نمیتونم در این مورد داوری عمومی بکنم چون جریان های مختلف در جوامع عرب وجود دارند که بیشترشون ترقی خواه هستند. مثلا دخترم مونا دکترا داره نویسنده و شاعره و یک اسیانگره. او همراهان شورشگر زیادی داره که هجاب و نقاب نمی پوشن. یعنی آزاداندیشتر از من هستند. این یک جریان در جامعه مصر و جامعه عربه. جریان دیگری هم هست که زیر تاثیر گروه های سلفی و اخوان المسلمین قرار داره و تحت تاثیر اندیشه های ارتجایی خطرناک. این جریان به دین نسبت داده میشه اما در واقع بازی سیاسیه. این جریان زنها رو به عقب بازگردونده، هجاب و نقاب پوشیدن. در مقابل زنهای دیگری هم هستند که هجاب نمی پوشن، اما دنبال روی بازار آزاد هستند. چون من هجاب و برهنگی رو دروی یک سکه می بینم شما می گوید که زنهایی که زیر تأثیر جریانهای اسلامگرا قرار گرفتن راه غلط را برگزیدن؟ این انتخاب نیست هیچ کس انتخاب نمی کنه. ما لباس های خودمون رو انتخاب نمی کنیم. ال، 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 اما وقتی لباس پوشیدن نمادی از یک دین یا جریان دینی باشه، اینجاست که خطرناک دور. میشه. چه این جریان اسلامی باشه، چه یهودی باشه،, یهو باشه، یهو چه مسیحی یا بودایی. جریان های دینی منحصر به اسلام نیستن. اما شما مخالف حجاب هستید. حتی شما گفتید که حجاب ضد اخلاق است. البته که حجاب ضد اخلاقه. درست مثل برهنگی. به نظر من برهنگی رخ دیگری از هجابه. منظورم اینه که مرد نه خودش رو برهنه میکنه نه میپوشونه. مرد نه هجاب میپوشه و نه سینه و پستان خودش رو برهنه میکنه. اما زن یا مطابق مد لباس میپوشه و سینه خودش رو برهنه میکنه یا هم خودش رو میپوشونه. هر دو نوعی از بردگیه برای زن. چون هجاب و برهنگی یک پیام دارند. و اون اینه که زن تنها جسمه، نه عقل. اما شما به اونهایی که به اراده خود این راه یا اون راه را انتخاب می کنند، چی می گویید؟ آیا اینها در اراده خود آزاد نیستن؟ اینها آزاد نیستن. کدوم آزادی؟ خوب اینها به مدرسه رفتن و از دانشگاه فارغ و تحصیل شدن. یعنی افراد دانش آموخته و با ثبات هستن. آموزش به تنهایی فرهنگ نیست. من به تازگی در قاهره مقاله‌ای در مخالفت با هجاب نوشتم. ما در دانشگاه قاهره استادهای زیادی داریم که نقاب می‌پوشن و درس میدن. به این معنی که دانشجوها چهره این استادها رو نمی‌بینن. چند روز پیش رئیس دانشگاه قاهره فرمانی صادر کرد که به موجب اون از استادان زن نقابدار خواسته شده بود که موقع درس دادن نقاب رو از روی صورتشون بردارن تا دانشجوها بتونن صورت اونها رو ببینن بنابراین آموزش و رفتن به مدرسه یا دانشگاه لزوما فرهنگ رو به زنی یا مرد یاد نمیده شما در طول این همه سالها که برای دست آوردن حقوق زن مبارزه کرده اید بیش از پنجاه کتاب نوشته اید داستان، نمایشنامه، خاطرات و کتابهای علمی اما برخی منتقدان شما میگویند که نوشته های شما تحریک آمیز است و ای بر تلاش ها برای آزادی زن در جهان عرب تأثیر منفی گذاشته. میگن که وقت شما علیه دین و عرف جامعه این گونه تحریک آمیز و بیپروا می نویسید بیشتر مردم را علیه خود تحریک می کنید. تا اینکه از مخالفان خود دعوت کنید یا اونها را وادارید که با شما وارد یک گفتگوی جدی در مورد مسائلی که مطرح می کنید بشوند. حسب ما يقول حضرتك غير صحيح هؤلاء النقاد موظفين في الدولة. این صحت نداره این منتقدان کارمندان دولتن حالا بعد از انقلاب مصر منظور شما کدام انقلاب است هر دو انقلاب انقلاب ژانویه 2011 و انقلاب جوان 2013 <applause> که بعد از اون اخوان المسلمین از قدرت کنار زده شدند هناك تيار في مصر الان وفي البلاد العربيه وفي در حال حاضر در مصر و کشورهای عربی جریانی وجود داره که کتابهای منو رو خوندن و میخونن کتابهای من به چهل زبان ترجمه شده جریانی بین جوانان عرب وجود داره که نوشته های منو دوست دارن حتی بعضی از جوانها در مصر انجمنی هم زیر نام انجمن نوال سعداوی تاسیس کردند. هر ماه دوره هم جمع میشن و یکی از کتابهای منو بررسی میکنن بنابراین اونهایی که نوشته های منو تحریک‌آمیز توصیف میکنن و اینکه من بر ضد دین، عرف یا اخلاق صحبت میکنم دولت ها هستن. منتقدانی که کارمندان دولت هستند. در دوران ریاست جمهوری انور سادات، حسنی مبارک و اخوان المسلمین. اخوان المسلمین و حکومت مصر همراه با استعمار خارجی آمریکایی و اروپایی این نیروهای استعماری این شایعه ها را پخش کردند و کتابهای های منو توقیف کردند. اما سکولارهای هم هستند چه در مصر یا خارجون که علیه شما نوشتند. اونا مثلا در مورد اون کتابی که شما تحت عنوان زن اصل است نوشتید میگن که این کتاب و عنوان اون تحریک آمیز است و چون این تداعی میکند که شما میخواهید بگید که زن اصل است و مرد فر یعنی مرد در درجه دوم پس از زن قرار دارد این از نظر برخی ها متضمن نوعی از دعوت به خشونت است چون وقت شما میگید که زن در مرتبه بالاتر از مرد قرار دارد پس باید زنها برای رسیدن به اون مرتبه مبارزه کنند میخوام بگم که حقیقت سکولارها و چپیها حالا برملا شده چون بسیاری از چپیها حالا راستگرا شدند و بسیاری از سکولارها هم هستند که شعارهای سکولاریسم سر اما در واقع نه کنار مستمندان میستن نه از زنها و ستم دیدگان دفاع میکنن اینها همه بازی های سیاسیه و من سیاستمدار نیستم و انا لست أنا... شما میگید که زن اصل است اون هي الاصل كتاب علمي اون چيزي كه من تحت عنوان زن اصل است نوشتم یک کتاب علميه تاریخ بیولوژی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بشر رو بررسی ميكنه و ده يعني انا بستند الى التاريخ في كتاباتي من در اون چه مي نويسم به تاريخ استناد میکنم به عنوان یک پزشک به تاریخ و بیولوژی استناد می من تاریخ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رو به تاریخ بیولوژی بشر ربط میدم فی تاریخ احنا کن عندنا فی مصر و وعندكم فی ایران ایضا و افغانستان و فی یونان تمدن مصر باستان و در ایران افغانستان و یونان زن خدا بود. ما مثلا در مصر باستان الهه ایزیس رو داشتیم که خدای معرفت و عقل بود. ولیکن حینما تغییر نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اما وقتی نظام سیاسی اجتماعی و اقتصادی تغییر کرد و یک نظام طبقاتی پدرسالارانه و تبعیض‌آمیز برقرار شد خدای مرد آمد. رع و آمون دو خدای مرد بودند که آمدند. بعد از اون یهوه خدای مرد شد. اولین خدای مرد در آیین‌های یکتاپرستی خدایی که در تورات هم از اون یاد شده. تورات ماذا حدث في التوراة در تورات الهه ایزیس از خدای معرفت و حکمت به هوایی گناهکار بدل میشه و معرفت گناه پنداشته میشه سر زن که نماد معرفت گناه قلم داد میشه برای همین میشه گفت که سر زن رو در واقع به طور نمادین قطع کردن و هجاب بر او تحمیل شد. هجاب یعنی چه؟ چرا زن سر خودش رو بپوشونه؟ چون میخوان عقل زن تعطیل بشه. زن اصله. تاریخ این رو نشون میده. اما برخی ها شاید با شما موافق نباشند و بگن که آنچه شما با اون استناد میکنید افسانه است. این افسانه نیست. به خصوص آنچه که مثلا در مورد مصر باستان میگید. این تاریخه. من البته اینجا دیدگاه منتقدان شما را باز میگویم. من کاری به منتقدان ندارم. من بحث علمی میکنم. تاریخ میگه که زن اصله. قبلا کودکان به مادرانشان نسبت داده می شدن. چون در گذشته پدری شناخته شده نه شما به را هم مبارزه کردید مثلا خاصران شدید که فرزند به مادر نسبت داده شود این داستان به کجا رسید شما حتی در پشت ترجمه فرانسوی رمانتان که زینه نام دارد خود را به مادرتان نسبت داده اید و نام خود را نوال زینب سید نوشته اید نه نوال سعدابی. بله نام مادر هم باید همون افتخاری رو داشته باشه که نام پدر داره نظام پدر سالارانه اینه که فرزندان تنها به پدرانشان نسبت داده بشن و نام مادر در تاریخ از بین بره. مادرم منو پرورش داد و از من حمایت کرد. اگر مادرم نبود من اینجا حضور نداشتم. چطور میتونم زینب نام مادرم رو حذف کنم؟ چرا؟ نظام پدر سالارانه یعنی همین. اما شما میگن که این خلاف دینه. این خلاف دین تقلبیه، نه دین درست و اصل. اما این در قرآن آمده. ما از دین صحیح صحبت میکنیم. قرآن چند پهلو داره. مکتب های مختلف تفسیر قرآن وجود داره. و اونطور که مادر بزرگ داهاتی من میگفت، خدا قرآن نیست. کد خدای روستای ما در دوران سلطنتی، در مصر مال مردم رو میدزدید پنبه رو میگرفت و به انگلیسی ها و شاه میداد با ما در بزرگم جدال می کرد قرآن رو در دست می گرفت و به اون می گفت تو بی سوادی خدا رو نمی شناسی چون نمیتونی قرآن بخونی ما در بزرگ بی سوادم هم به او گفت کی به تو گفته که خدا قرآنه خداوند عدالت با عقل او رو بشناسید ایمان فطری همینه هذا هو الايمان الفطري شما در انقلاب 25 ژانویه سال 2011 شرکت کردید و در میدان تحریر قاهره مرتب حضور داشتید. بارها گفتید که انقلاب خونسا شد و انقلاب دزدیده شد. کی انقلاب را دزدید و خونسا کرد؟ نیروهای استعماری خارجی آمریکایی و اروپایی در همکاری با نیروهای داخلی اخوان المسلمین و بازمانده های نظام مبارک ما تنها موفق شدیم که سر رو بزنیم یعنی مبارک رو سرنگون کنیم اما بدنه نظام بر جای خود باقی موند این بدنه با استعمار آمریکایی اروپایی و اخوان المسلمین در مصر همکاری کرد برای همین انقلاب رو دزدیدند مع الاستعمار الامريكي الاوروبي ومع الاخوان المسلمين في مصر ولذلك هم اختطفوا الثوره اما این دو در دوران مبارک در برابر هم قرار داشتن فقط در ظاهر سیاست بر فریبکاری استواره وقتی آمریکا میخواد کاری رو انجام بده نمیگه چی کار میکنه خلاف اون چیزی رو که میخواد انجام بده میگه ممکن تقول انا احتل البلد طول شما آنچه را که در سیوم جوان سال 2013 در مصر اتفاق افتاد انقلاب میگویید در حالی که منتقدان نظام کنونی مصر کودتا علیه یک دولت مشروع را می خوانند اخوانی ها اینطور میگن اینجا در غرب هم بسیاری ها در غرب که در سیوم جوان رخ داد کودتا میگن رسانه ها در غرب میگن دست کن. رسانه های دولتی یعنی شما چرا که در سی جوان سال 2013 اتفاق افتاد انقلاب می خوانید؟ طبعا البته وقتی بیش از سی میلیون نفر به خیابون ها می ریزند این رو بهش بگیم کودتا من خودم اونجا بودم و شما می دانید که منتقدان شاید با شما موافق نباشند و بگن که این رقم بسیار مبالغ آمیز است چه کسی میگه که مبالغ آمیزه؟ مخالفان و منتقدان چنین میکن؟ این تبلیغات سرمایه داری بیرحم و استعماره اما شما خوشحال شدید وقت اخوان المسلمین از قدرت کنار زده شدند. البته من مخالف حکومت دینی در هر کشوری هستم چه مسلمون باشه چه یهودی یا بودایی یعنی <تصفح> اسرائیل دولة دینیه غلط چون طبیعت حکومت دینی طوریه که بر اساس دین بین انسانها تفرقه میندازه من ضد حکومت دینی در اسرائیل هم هستم. اسرائیل یک حکومت دینیه و این غلطه. حالا که از دین صحبت کردید، شما همچنین خواستار اون هستید که فرزندانی که در خارج از چارچوب ازدواج به دنیا می باید مثل دیگر فرزندان از حقوق کامل برخوردار باشند و به مادرانشان نسبت داده شوند. همچنین شما میگید که همجنسگرایی مشکل نداره. من به عنوان پزشک صحبت می کنم بر اساس علم در دانش پزشکی مدرن چیزی به نام انحراف جنسی وجود نداره موضوع جنسیت امروز دانش بزرگیه کودک غیرقانونی بیگناه چطور در خیابانها به دنیا میاد؟ چون پدرش به مادرش تجاوز کرده و بعد از اون فرار کرده این نوع کودکان چطور به دنیا میان از پدرانی که فرار میکنن اینجا پدر جنایت فلما الاب الاب هنا هو المجرم ان يدان چرا باید فرزند غیرقانونی بیگناه بی گناه مجازات بشه این ستم وحشتناکیه پدیده کودکان غیرقانونی قانونی ننگیه بر جبین جوامع موضوع دیگه موضوع همجنسگرایی کسی که با همجنس خود رابطه جنسی برقرار میکنه این رو بر اساس اختیار و ارادهش انجام نمیده این شرایط بیولوژیک اجتماعی و سیاسیه که بعضی از افراد رو وامی داره که همجنسگرا بشن یا نشن پوشیدن هجاب هم به همین عوامل برمیگرده برگردیم به موضوع سرنگونی حکومت اخوان المسلمین محمد مرسی یک رئیس جمهوری منتخب بود و در یک انتخابات قانونی به قدرت رسیده بود برخی ناظران میگن اگر در قدرت میمان مخالفان میتوانستن در انتخابات بعدی او رو از قدرت کنار بزنن من میخندم وقتی از انتخابات مشروع یا آزاد در آمریکا یا کشورهای ما صحبت میکنن من در جریان تبلیغات انتخاباتی اوباما توی آمریکا بودم. او از وال استریت پول جمع آوری می کرد دلار رو از نهادهای مالی از اونجا جمع کرد و بر اساس همین پول ها برنده انتخابات شد برای همین هم به نفع وال استریت کار کرد مرسی در انتخابات آزاد به قدرت نرسید اون با پول برنده انتخابات شد ما انتخابات آزاد نداریم وقت دارد تمام می شود. نه نه می خواهم برات بگم که در جوامع سرمایه داری طبقاتی پدر سالارانه که بر ستم علیه زنان و مستمندان استواره چیزی به اسم انتخابات آزاد اساسا وجود نداره. شما حالا یک زن آزاد هستید. یک زن آزاد چی ویژگی هایی دارم؟ من هنوز یک زن آزاد نیستم. البته که نیستم. من مقید هستم. زن آزاد چیگونه زنی است؟ وجود نداره نمیتونید آزاد باشید منظورم ایست که اگر از یک زن آزاد و نمونهی صحبت کنید چی ویژگی هایی داره؟ چیزی به نام زن نمونه وجود نداره من به چنین چیزی باور ندارم همه چیز نسبیه شاید من در مقایسه با مادر یا مادر بزرگم آزاد تر باشم اما دخترم نسبتاً از من آزاد تره همین آزادی نسبی زن چگونه میتواند تحقق یابد؟ چه شرایطی باید فراهم شود؟ باید جامعه تغییر کنه باید همبستگی به میان بیاد من به مبارزه فردی باور ندارم مبارزه فردی برای آزادی فردی برای آزادی خودم مهمه اما مبارزه جمعی جهانی و محلی که زنها و مردها یکجا در اون سهم داشته باشن مهمتره تا از این طریق نظام سرمایهداری بیرحم رو که بر بازار آزاد پول و فریبکاری استواره تغییر بدیم ما فعلا در یک جنگل زندگی میکنیم جایی که قوی سرزمین ضعیف رو اشغال میکنه به فلسطینی ها نگاه کنید چطور این ملت زیبا امروز کشته و نابود میشن متاسفانه وقت ما تمام شده دکتر نوال سعداوی تشکر از شرکتتان در برنامه به عبارت دیگر ممنون از شما